های آرمی، چطورین؟ به مگتن توری خیلی خوش اومدین. بچه ها، هممون تمام این مدتی که آرمی شدیم چندین و چند بار خبر از اعضای BTS شنیدیم که چقدر به مؤسسه های مختلف، دانشگاه های مختلف، بیمارستان های مختلف کمک کردن و اینکه این خبرش منتشر شده و ما این رو شنیدیم خیلی بهمون کیف داده و ذوق کردیم از اینکه آیدلمون اینقدر به همه چیز فکر میکنه و چقدر بخشنده است. توی این ویدیو میخوام از بخشندگی یکی دیگه از اعضای BTS بهتون بگم و بهتون بگم که چی کار کرده و این اولین بارش نیست که این کارو کرده، ولی خب چون خیلی حرکت قشنگی بوده یه ویدیو رو کامل بهش اختصاص دادم و میخوام راجبش با هم دیگه حرف بزنیم. اگه تا الان این ویدیو رو لایک نکردید لایکش کنید و همینطور اگه تا الان وارد خانواده بنگتنتوری نشدید حتما با زدن دکمه سابسکرایب و اون زنگوله کنارش وارد خانواده‌مون بشید و ببینید که توی خانواده بودن چقدر کیف داره و چقدر بهمون خوش میگذره. راستی یادتون نره که نظرتون رو واسم کامنت کنید و بهم بگید که اگه شما هم اندازه اعضای BTS پول داشتید کمک میکردید به جایی، اگه آره به کجا کمک میکردید و چقدر پول میدادید. اصلا هم نمیخواد حالا مثلا جاهایی بین‌المللی باشه ها، اگه بین‌المللی دوست دارید اونها رو بهم بگید، اگه نه تو همین ایران خودمون اگه به اندازه اعضا پول داشتید به کجا و چه جوری کمک میکردید. خیلی دوست دارم نظرتون رو بدونم. پس دیگه حرف اضافه ممنوع، بریم که ویدیو رو شروع کنیم. جیمین یک بورسیه 30 میلیون وونی رو به دبیرستان هنر بوسان اهدا کرد. بچه ها توی ماه آگوست بود که جیمین اومد یک بورسیه 30 میلیون وونی رو به دبیرستانی که خودش ازش فارغ التحصیل شده بود، یعنی دبیرستان هنر بوسان، به عنوان یک بشر دوست ناشناس از طریق صندوق چتر سبز بوسان اهدا کرد. حالا این بورسیه تحصیلی چی هست و برای چی استفاده میشه؟ این بورسیه تحصیلی برای اون دسته از جوانایی هست که متاسفانه مشکلات مالی دارن و نمیتونن مثل بقیه دانش آموزا درس بخونن و شرایط زندگی رو فراهم بکنن. و حالا این بورسیه تحصیلی رو اهدا میکنن برای تهیه حالا هزینه های درسشون، هزینه های لباسشون و حالا شرایط زندگیشون. برای این استفاده میشه که همه دانش آموزا بتونن از یک سطح آموزش برخوردار بشن. بچه‌ها جالبه بدونید که از سال 2019 تا الان جیمین به خاطر مشکلات مالی ناشی از کووید 19 که برای خیلی از افراد پیش اومده به خیلی جاها بی سر و صدا و سخاوتمندانه کمک کرده، مثل دانشگاه های مختلف، آزمون‌های ورودی دانشگاه، آزمون‌های عملکردی و همینطور مستقیماً به جوان‌های خیلی زیادی کمک مالی کرده و همینطور کل سهم اون الان به 160 میلیون وون رسیده و این فوق‌العاده است و بهمون نشون میده کسی که قلبش بزرگه، ذهنش بزرگه و دنیاش خیلی بزرگه به همون مقدار هم به بقیه کمک میکنه تا بزرگ بشن و همینطور که خودش داره دست بقیه رو میگیره داره افرادی رو پرورش میده که اونها هم وقتی به جای رسیدن دست بقیه رو بگیرن و این به من یکی به شخصه نشون میده که طرفدار چای دلی هستم و طرفدار آدم درستی هستم و امیدوارم به شما هم این حس رو القا بکنه، اینکه اگه شما هم به جای رسیدید و تونستید به کسی کمک بکنید دست اونها رو بگیرید و بالا بکشید، چون اینطوری خودتون بزرگتر میشید. مرسی از اینکه با این ویدیو هم همراه من بودید. مراقب خودتون و قلب بزرگتون باشید. خیلی دوستتون دارم. بوراه انیانگ.